بازگشت تروریسا از عراق و سوریه به کشورهایشان اصلی ترین تهدید امنیت جهانی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود هشدار داد که بازگشت تروریستهای های گروه داعش و سایر گروه های تروریستی از مناطق درگیری در سوریه و عراق به کشورهایشان صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. در گزارش شورای امنیت با اشاره به کاهش محسوس شمار جنگجویان تروریست در طول 16 ماه گذشته و همچنین کاهش شمار جنگجویان خارجی ملحق شده به سنی های داعش در مناطق درگیری آمده است شمار جنگجویان این گروه بین 12 تا 20 هزار نفر است شورای امنیت افزود تهدید اصلی امنیت جهانی در حال حاضر همان بازگشت این افرادگرایان به کشورهایشان یا خروج آنها از مناطق دیگری به سمت دیگر مناطق است این گزارش آورده است منابع مالی گروه داعش در حال حاضر در سطحی بسیار پایین رسیده است به که تروریس ها در تلاش برای کسب منابع مالی فروش نفت و باشخایی هستند کارشناسان معتقدند که داعش در حال حاضر ده میلیون دلار در ماه به دست می آورد در حالی که در سال 2015 میلادی ماهیانه 500 میلیون دلار از راه های مختلف به دست میآورده است. شاین ذکر است سنی های تندره داعش اخیرا در بیانیه‌ای چندین کشور جهان را به عملیات تروریستی تهدید کردند.